برام نمیشه. چی؟ تو اینجا چه کار میکنی؟ خب صبر کن، بس ببینم. صبر کن، برو اونجا ببینم. صبر کن ببینم. بس چیه؟ اولا میگفت میاد پیش موکلش، ولی امشب فهمیدم میاد اینجا. اومدم سر از کارش در بیارم. نادر؟ آره خدا، گریه دیگه چرا میکنی؟ حالا بیا بریم خونه، با هم بریم خونه. بیا نباید به همه بیچه چه خبره. زنگ نزنی بزیمم. کدوم زنگو میخوای بزنی؟ زنگ بزنی ببین شوهرم تو کدوم خونه هست. اگه لازم باشه همه زنگو رو میزن تا پیداش کنم. نه زنم، تو الان عصبی هستی، الان عصبی هستی، بری زنگ بزنی فقط آبروریزیه. بیا بریم خونه، با هم دیگه میبینیم چه خبره. چی میخوای؟ تو ندیدی تو کدوم آپارتمانم؟ دیدم. دیدی؟ بله دیدم. خب بریم. دیدم. خب دوست منم تو همین ساختمونه دیگه. من بهش میگم ماجرا رو پیگیری بکنه، آبارشو به ما بده. حالا بیا بریم. چه جوابی؟ چیکار میکنی؟ منم نمیشه. حتما زنگ این. بیا بریم. حالا چی میگی تو بابا؟ اینقدر زود قضاوت نکن. تو اصلا چه جوری اومدی؟ که نادر شب از خونه بزنه بیرون که دلیل نمیشه پای زن دیگه ای وسط باشه. وقتی به زنش نمیگه کجا میره، دیگه چه دلیل دیگه ای میتونه داشته باشه؟ من باید ببینمش، باید ببینم اون کیه. حالا فرض کن یه زن دیگه ای هم باش، ببینیش آروم میشی؟ نمیدونم عزیز من. نادر وکیله، دست به هیچ کاری نمیزنه مگه اینکه تا تهش رو ببینه. من میترسم تو با این شلوغ بازیات دست خودتو از حق و حقوقت کوتاه کنی. بخیر یه سیاستی باید داشته باشی. تو ندونی نادر داره چی کار میکنه، هر کاری فقط اوضاع رو بدتر میکنه. افسانه گوش میدی؟ آره حق با توه، سب میکنم. راستی نگفتی تو اینجا چه کار میکردی؟ خونه دوستم تو همین ساختمونه، همکاری. دو هفته سه هفته است بچهش مریضه، نمیرستم بیام ببینم. امروز گفتم یه نوک پا بیام اینجا ببینم چی این بچه این همین مدته، اصلا خوبم نمیشه. پس فعلا تو هیچ کاری انجام نده تا من از طریق همین دوستم بفهمم قضیه چیه. باشه افسانه؟ باشه. سلام، صبح بخیر. سلام. کجا؟ صبحونه حاضر کردم براتون. چی شده؟ هر روز صبح که ما میخوایم بریم سر کار خوابی؟ امروز صبحونه درست کردی. خب بده مگه؟ یه دفعه هم اینجوریش رو امتحان کن. میگم سعید جان، میشه یه سر به این تعمیرگاه ماشین بزنی؟ این یاروه که قرار بود این قطعه یدکی را از دبی بیاره ببینی اوورده یا نه. خب ماشینم گوشه پارکینگ خوابیده، داره خاک میخوره، دلم میخواد سوارشم دیگه. نه خیر، بنده امروز کار دارم، وقتم ندارم. خودت برو دنبال کاراش. خب حالا کجا داری میری؟ تو که یه لقمه هم نخوردی. جواب سوالمو گرفتم.
فهمیدم چرا صبح به این زودی صبحونه درست کردی. ببین آتی خانم، خودت خوب میدونی دارم چی میگم. تو میخوای من برم دنبال کارهای ماشینت که مبادا همسایه‌ها بفهمن تصادف کردی؟ تو دوباره آتون نشه مثل پارسال دستت بندازن؟ منم خوب دلیل این اونق بازیاتو میدونم. سعید خان، با این کارا به بچه نمیرسی. بی خود خودتو اذیت نکن. حرف من همونیه که اول آشناییمون گفتم. از اول آشناییمون خیلی چیزا فرق کرده. خب این از اون چیزاییه که هیچ وقت فرق نمیکنه. اه؟ بله. اینجوریه. باش. پس بچرخ تو بچرخی. سلام مهندس جان، صبح بخیر. سلام. چیه سرخیز شدی؟ رفتم حلیم بوغلمون گرفتم با گوشت تازه گوسفند. بریم بزنیم تو رک. نگی نه، اینجوری به من بیشتر میچسبه. بریم. بذار حالت بیاد سر جاش. حال من سر جاشه، خیلی هم ردیفم. مگه هر کسی که خندید حال هواش هم ردیفه؟ چیه؟ دعواتون شده؟ آه بگو، خودت خالی کن، ما با همین حرفا رو نداریم، قاطی هستیم با هم دیگه. من از خودت بدون به سبکشی بگو دیگه. البته اگه دوست داشتی و ما رو قابل دونستی. میگه بچه نمیخواد. چی؟ موندم چی کار کن؟ بچه نمیخواد. زندگی با یه زن پسرم درست مثل اون لحظه‌ای که میری شکار. اون لحظه‌ای که شکار تو تیر رست قرار میگیره، نباید دلت واسش بسوزه. باید همون موقع ماشه رو چی؟ بچکونی. نچکونی باختی. زندگی هم درست مثل همین شکار کردنه. دو شب که نرفتی خونه، حساب کار کاملا میاد دستش، علاقش بهت دو برابر میشه. قبول نداری؟ چه میدونم حالا چه بگیم. بعدت نیادا؟ بزن برو دیگه. زن اگه جلوش در نیایی تا ابد برو به رقصونی میکنه پسر. باید به موقع جلوش در بیایی و اون حرکت قشنگره انجام بدی. ای کاش من قبل از این جریانات دیده بودم و تو با تو حرف میزدم، صحبت میکردم. زن گرفتن پسرم اسیریه. ببین
بزن. نازنی؟ قراره یه نفر به اعضای خانوادت اضافه شه. نه تو رو خدا فرش شد، خود هم نمیتونی جمع جور کنی، خود دختر مردم بدبخت نکن. چرا ربطی داره؟ منظورم این نبود. خب منظوری چی بود؟ ببینم، تو فکر میکنی اگه یه دختر با من ازدواج کنه بدبخت میشه؟ بالاخره نگفتی منظوری چی بود؟ نه واسه اول تکلیفم روشن شه. یعنی به نظر شما بنده به درد ازدواج نمیخورم؟ دلت نمیشکنه؟ نه نمیخوری. نشکست. فرشاد حرف تموم شد؟ اینقدر حرفای خاله زنکی میکشی واسه دادم یادش میره. هیچی دیگه، همین روزاست که افسانه اساس کشی کنه بیاد پیش ما. گفتم که آمادگیشو داشته باشی. هرچند افسانه اخلاق گندی داره ولی بالاخره خواهرمونه، نمیتونیم بذاریم بره هتل. بالاخره حرفتو درست میزنی، بفهمم چی میگی یا نه. دیگه درست تر از این چجوری بگم؟ چی شده؟ بابا صبح که باش رفته بودم نون بگیرم، یه حرفای بی سر و تهی میزد. بعدم فکر میکرد خیلی داره فنی عمل میکنه، ولی معلوم بود منظورش چیه، چیو میخواد بفهمه. میخواست از یک مرد بفهمه که آیا مردش زن دیگه ای داره یا نداره. تو چی گفتی؟ هیچی، من که خودم کلن زدم به نفهمی، ولی تابلو نادرم داره زیرابی میره. خب که چی؟ نکنه توقع داری برم نادر رو کتکش بزنم؟ تو از این غیرت ها نداری، اون برای افسانه گفتم. خب که هیچی، دو تا کار میتونه انجام بده که به نظرم دومیشو انجام میده. اولش همونه که بهت گفتم، وسایلشو جمع میکنه میاد اینجا و نادر رو طلاق میده. اما دومیش با شناختی که من از افسانه دارم اینه که همین روزا سیانور میره زر غذای نادر و میفرستتش پیش پدر خدا بیامرزمون. بابا هم که یادت خیلی غیرتی بود، عوض من یه درس اساسی بهش میده. تموم شد؟ بله. مسخره یا؟ چاوکری. سلام نادر. نازنینم، من باید حتما ببینم اتا. دیشب شما رو تو مجتمع نگین دیدم. آره رفته بودم خونه یکی از موکلام. موکلت نیست. منظورت چیه؟ این دوستم که رفته بودم پیشش رو همون مجتمع زندگی میکنه. میگو واحد 15 که میگی موکلامه، خودش وکیله. خب حالا که چی؟ برای اینکه یه وکیل میره خونه یه وکیل دیگه باید به خارزنش جواب پس بده؟ البته که نه، ولی وقتی خواهرزنش جلوی زنشو که داشته میرفته اون ساختمون رو سرش خراب کنه گرفته، من فکر می‌کنم یه کمی فرق میکنه. نه افسانه اونجا رو بلده؟ بله، خودش هم پیدا کرده. اونجا میری چیکار؟ من باید برم، دیرم شده. دفعه بعد جلوی افسانه رو نمیگیرم. خیال میکنه زن گرفتی. خیلی خوب، به این دوستت که میگی از همه چیز با خبره بسپر پیگیری کنه، ببینه تا حالا دیده یه زن تو خونه رفت آمد کنه. به نظر من وقتی مردان رو هم جمع میشن و به زناشون نمیگن، سه تا احتمال هست. اولیش که ظاهرن منتفیه، دومی و سومیش هم مخدر و قماره. ای کاش اولیش بود نادر. من که ترجیح میدادم اولیش باشه، ولی ظاهرن یکی از این دوتای آخره. کدومشه؟ برای من یا برای بقیه دوستام؟ آخه دوستایی تو برای من چه اهمیتی دارن؟ هیچ کدوم از این چیزایی که میگی نیست.
از کجا باور کنم؟ مهم نیست. به خاطر باور کردن یا نکردن تو من نمیرم آزمایش احتیاط بدم. وای، پس مخدره. من دیگه باید برم. من که تا ابد نمیتونم افسانه رو ازت دور کنم. خودت هم بهتر میدونی اگه خودش قضیه رو کشف کنه، کمترین کاری که میکنه طلاقه. اینو میخوای؟ باشه، حقیقت رو بهت میگم. آره، من میرم اونجا، با دوستان جمع میشیم، فوتبالی نگاه میکنیم، تفریح میکنیم، گپی میزنیم. بله، یکی دو نفرمونم اهل مصرفه، ولی من نیستم. ببین نازنین، من توی این زندگی دارم روی تار مو را میرم، نمیام با یه اعتیاد وضع برای خودم بدتر از این بکنم. من از سر کار خسته و کوفته میام، احتیاج به آرامش دارم، احتیاج به استراحت دارم، ولی افسانه این حق از من گرفته. من دنبال یه جا هستم که هفته یکی دو شب برای خودم باشم. من خودم مرد قانونم، قانون خوندم. خسته شدم از این همه قوانین مزخرفی که افسانه برای خونه گذاشته. البته هیچ معتادی هم نمیگه من مصرف میکنم. تهش هم همه میگن تصویر رفیق بده. به خدا ماجرا همینه که بهت گفتم. فهمیدن این که یه نفر معتادی یا نه یه آزمایش ساده است. من باید برم دیگه. نازنین، تو که خودت خوب میدونی افسانه همیشه تندروی میکنه. خواهش میکنم باش حرف بزن. من نمیخوام مثل امیرعلی از خونه فراری بشه. مسائل نادر رو چرا زیر رو میکنی تو؟ اونقدر هم که فکر میکنی ضعیف نیستم. نمیخواد مراقبتم رو بکنی. خودم میدونم چجوری باید باش روبرو بشم. عزیز من، اصلا مورد خاصی نیست. اینا چند تا رفیقن دور هم جمع میشن. چه میدونم این مجرد بازی و اینجور حرفا. فقط همین؟ بله. البته همینم خیلی چیز کمی نیست افسانه جان. بعدت نیاد لطفا. همین سختگیری های تو این کارو باش کرده. تو با این سختگیریات این خونه و این زندگی رو براش کردی یک زندون کامل. اگه همینطوری ادامه بدی معتاد میشه، بدبخت میشی ما. خب یکم بهش محبت کن، نذار از این خونه بزنه بیرون. ای بابا، نادر بیچاره تو رو دوست داره، به هیچ زن دیگه ای هم فکر نمی کنه. فقط خب اگه محبت نبینه ممکنه. ممکنه چی؟ ممکنه یه مشکلاتی پیش بیاد که به سادگی الان نتونیم حلش کنیم. خانوما دیگه خود دانی. سلام مادر. از زنت چه خبر؟ چیکار کردی؟ همون کاری که شما گفتی کردم. صبح با قهر از خونه اومدم بیرون، شبم خونه نمیرم. باید حساب کار بیاد دستش که حرفت الکی نیست. تا راضی نشه تو کوتا نمیای. آتوسای بازیگره. حواست باشه، اون خیلی راحت میتونه گریه کنه، دو دقیقه بعدش هم بخواد. حالا فعلا کاری نداری مادر. من باید برم بالا سر کارگرم. دوست دارم روزی که زین آتوسا رو به خاک میمالی و ببینم.
انگار نوی اتورخان رشتیه که هر شریعتی رو اون بگه خانواده ما قبول کنه. حالا خوبه باباش راننده بیابون بوده، اونم رو ماشین مردم. این زن تو انگار نمیدونه دیگه یه سن و سالی داره، داره از وقت بچه دار شدنش میگذره. شما چه حرفایی میزنید؟ مگه تو سه چند سالشه؟ بله میدونم، برای بچه اول حالا دیر نیست، ولی اگه بخواد زیاد معطل کنه برای بچه دوم دیر میشه دیگه. مامان جان پول تلفنت زیاد میشه؟ خب حالا تو نمیخواد نگران پول تلفن من باشی، خواستی حرکتی بکنی با من هماهنگ کن. باشه، کاری نداریم، خداحافظ. سلام. سلام. چی شد؟ چی گفت؟ باش صحبت کردم، حالا فعلا یکم آروم شده، دیگه نرو اونجا. باشه حتما، خیلی ازت ممنونم. نمیدونم چجوری جبران کنم. چیزی شده؟ نادری 10 میلیون داری به هم بدی، بعد جوری گیرم بهت برش میگردونم چند وقت دیگه. البته دلم نمیخواد کسی چیزی بدونه، مخصوصا افسر. باشه، ولی الان همراهم ندارم، فردا از بانک میگیرم بهت میدم. نه نمیخوام تو زحمت بیفتی یه ساعت بری تو صفحه بانک، یه چک بمیسی خودم میرم میگیرم. دست چک همراهت هست؟ آره. الان 8 تومن بیشتر نمیتونم بهت بدم، عیبی نداره؟ نه چه عیبی داره، طلبکارت که نیستم، قرضه. Thank you.
سلام و سلام خان. سلام، حالتون چطوره آقای مهندس؟ خوبی؟ ممنونم. آقای مهندس ببخشید، آقای شیرنی رژیمیه؟ نه خیلی. آخه آتشا خانم رژیم گرفته بودم، من گفتم شاید رژیمشون رو شکستم، برای اون سوال میکنم. این سیراب شیردون برای شب سنگین نیست؟ والا چه حرف کن؟ بفرم. خیلی ممنون، دست در نکن. آقای مهندس، مثل این که اشتباه زدی. نه خیر، من میرم طبقه سوم. طبقه سوم؟ البته با اجازه شما. خواهش میکنم. بفرمی. خیلی ممنون، خیلی ممنون. خدا حافظ، انشالله خوش بگذره. خدا نگهدار. خدا حافظ. سلام مادر جون. سلام، حالت خوبه؟ خیلی ممنونم و سلام خانم. عزیز رفت بالا. کی؟ همونی که منتظرشی، با تو قهر کرده. شما حالتون خوبه؟ آخ مادر جون، این درست نیست که هر شب هر شب هر شب بلند چه بره پیشه یه مرد عذاب، اونم همینطور وز 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 تو گوشش بخونه. خب برای تو بد میشه با اون چیزایی که من تو دستشون دیدم. آه فکر نمی کنم حالا حالا ها بیاد پایین. نه مسلم خانم، چیزی نیست. رفته پیش آقای شیرزاد راجع به کار صحبت کنن، شما توهم زدید. اتفاقا صبح دیدم که رفته با شیرزاد صبحانه ملک بکنن. مادر جون من میگم یه کاری بکن بیاد پایین، البته یه طوری که غرور رو تب نشکنه. من به صلاح تو دارم حرف میزنم، متوجه میشی که من چی دارم میگم؟ حالا ناراحت نشو، انشالله درست میشه، کاری نداری. خدا حافظ مادر جون، خدا حافظ. هیداد ویداد، هیداد ویداد. ای بابا، واسه چی سگرمه ها اینجور تو همه؟ مگه قراره بمیری؟ آخه از وقتی ازدواج کردیم تا حالا ازت جدا نشدم، یه نمه نگرانم که تنهاش گذاشتم. ای بابا، ای بابا، تو دیگه کی هستی؟ پسر جون یه کمی صبر داشته باش، طاقت بیار. طاقتم تو دنیای خدا خوب چیزیه. باشی بیا، باشه بیا اینجا.
بش. اینه اون حرکت قشنگی. حرکت قشنگی اینجاست که اگه صبر داشته باشی خود شکار با پاهای خودش اومده تو شکارگاه. مخ برگ برندم دست توه. میدونی من عاشق آتوسم. ده همین دیگه. آخه طاقت ناراحتیشو ندارم. دیگه بدتر. برای همینه که داره واسط گربه رقصونی میکنه پسر. تو این همه چیزی که واسه این تهیه کردی و این همه امکانات که در اختیارش گذاشتی، در اختیار هر کسی دیگه گذاشته بودی، تا حالا 10 تا بچه واسه دور. من میدونم دوای درد تو چیه و کجاست. چیه؟ اینه. بزن. بچین. بخور. اینه بگو که واسم آورده. این پسر فرشاد هست؟ از کیش آورده واسم؟ نصف قیمته. میگه عتیقم هست. مشکل تو با این حل میشه. بچین. بخور. بزن. بچین. یه دفتر خونده دارم، قصه داره در میزنه،